های سخن سعید شاه سوندی، پیامد های جزوه سبز، قسمت 24، محاکمه و تیرباران شهرام، پایان یک تراژدی. تو در پیکار خود را باخته، دیگران را تو ز خود نشناخته. ای تو در پیکار خود را باخته، دیگران را تو ز خود نشناخته. تو به هر صورت که آیی بیستی، که منم این ولهون تو نیستی. این تو کی باشی که تو اون اوحدی، که خوش و زیبا و سرمست خودی. مرغ خیشی، صید خیشی، دام خیش، صدر خیشی، فرش خیشی، بام خیش. سلام بر شنوندگان محترم و بر شما آقای سعید شاه سوندی. این 24مین بخش گفتگو پیرامون جزوه سبز، یکی از اسناد مهم دهه 50 و پیامدهای خونبار و غم‌انگیز آن است و این بار به دادگاه و به محاکمه، به اصطلاح دادگاه و محاکمه وی می‌پردازیم. بعد از انقلاب وقتی محمد تقی شهرام دستگیر شد و مرتجعین معرکه گرفتند، مجاهدین در اطلاعیه‌ای با عنوان دستگیری و نحوه محاکمه پرچمدار کودتای فرصت طلبانه نوشتند. از آنجا که کلیه جرایم متهم مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با مجاهدین خلق ایران بوده است، حضور نماینده سازمان در کلیه مراحل تحقیق و محاکمه ضروری است. این حضور از این جهت ضروری تر می شود که ما اعتماد چندانی به دستگاه‌های کنونی تحقیق نداریم و اونها را به لحاظ رخنه عناصر مشکوک و ارتجایی کاملا نفوذپذیر یافته‌ایم. محاکمه متهم بایستی در دادگاه خلق و از طریق هیئت منصفه مرکب از نمایندگان و اقشار مختلف خلق رنجدیده ما باشد. در غیر این صورت هیچ دادگاهی برای قضاوت در این مورد صلاحیت ندارد، چرا که جرائم منتسب به نام برده جرائمی است مربوط به کل خلق و انقلاب ایران که از طریق خدشه‌دار کردن و آسیب رساندن و متلاشی نمودن یک سازمان انقلابی مردمی متحقق شده است. صرف انهدام جسمی او به هیچ وجه مطمع نظر ما نیست. مجاهدین در ورای هر نوع کینه‌کشی و خونخواهی و انتقامجویی فردی و گروهی، قبل از هر چیز خواستار محکومیت عمومی طرز عمل و برخوردهای انحرافی و ارتجایی هستند. در پایان اطلاعیه تاکید شده بود هر گونه شکنجه، اهانت و رفتار غیر انسانی را بایستی در مورد متهم ممنوع کرد. آقای شاه سوندی، مسئولین دادگاه در واکنش به اطلاعیه مزبور
مدعی شدند. شهرام پس از پیروزی انقلاب چندین ملاقات خصوصی و مخفی با کادر رهبری سازمان مجاهدین داشته و اعتراض کردند چرا مجاهدین وی را تحویل ما ندادند، چرا اونها به جای خوشحالی با دستگیری محمد تقی شهرام مواضع خصمانه گرفتند و چرا علارغم اطلاعات ذی قیمتی که از متهم دارند اون را در اختیار دادستانی قرار نمیدن. توسط مامورین زندان نامه خصوصی محمد تقی شهرام به رفقا به مجاهدین کش شده و خبر از رابطه صمیمی دو جانبه میدهد. به نظر دادستانی نامه مجاهدین مبنی بر غیر قانونی بودن دادگاه شهرام با هدف اخلال در محاکمه نامبرده و همکاری با متهمه. میدونیم که جریان حاکم در صدد بود محاکمه محمد تقی شهرام رو به محاکمه جریانهای چپ و مهمتر از اون به محاکمه مجاهدین تبدیل کند که یک سال بعد از آزادی از زندان به سرعت رشد و گسترش یافته و به نوعی مهمترین اپوزیسیون حکومت شده بودند. آیا ملاقات مخفی شهرام با کادر رهبری مجاهدین دروغ نبود؟ تا اونجا که من میدونم این دیدار ادعایی تکذیب شد و مجاهدین از دادستان کل انقلاب خواستند با شرکت موسا خیابانی، محمد علی توحیدی و شما سعید شاهسوندی با حق پاسخگویی متقابل در جلسه دادگاه موافقت کند که ترتیب اثر داده نشد. تا همینجا اگر شما نکته‌ای دارین بفرمایین تا به قسمت‌های بعد برسیم. با سلام خدمت شما و همه دوستان و شنوندگان این گفتگو. وقتی که این مطلبی رو که شما الان به نقل دادستانی گفتید و مطرح کردید، مجاهدین اطلاعیه‌ای دادن به تاریخ 20 تیر ماه 1359 و در اون در واقع خطاب به قدوسی که اون موقع دادستان کل انقلاب اسلامی بود و چنین اتهاماتی رو و چنین موضوعی رو تکذیب کردند. قبل از اینکه وارد به جزئیات ماجرای تقی شهرام و حوادث اون به اصطلاح دادگاه که شما به درستی گفتید به اصطلاح دادگاه، چون واقعیت این است که هیچ مشخصی از یک محکمه عادلانه و قانونی و که حقوق متهم در او رعایت بشه در این به اصطلاح محکمه وجود نداشت، اهداف سیاسی وجود داشت و همونطور که شما هم اشاره کردید در واقع مهمترین هدف محاکمه تقی شهرام از سوی به محاکمه کشیدن جریانهای چپ مارکسیستی بود، ولی من بر این باور هستم و اون موقع هم ما در سازمان بر این باور بودیم که مهمتر از محاکمه حتی جریانهای چپ در واقع به محاکمه کشیدن و محکوم کردن سازمان مجاهدین هست. چرا که در اون مقطعی که داریم دربارش صحبت میکنیم در واقع تیر ماه 1359 سازمان مجاهدین به تمهیداتی که از محدوده صحبت‌های ما خارج هست به یک نیروی گسترده اجتماعی سیاسی جدی تبدیل شده و این نگرانی خیلی از مقامات حکومتی رو برانگیخته. بنابراین محاکمه تقی شهرام شاید با یک تیر دو الی سه نشان زدن باشد، یکی کینه توزی و انتقام جویی از شخص محمد تقی شهرام، دوم محکوم کردن و به اصطلاح زیر فشار قرار دادن جریانات چپ مارکسیستی و سوم جریان سازمان مجاهدین هست و ما این هر سه مؤلفه رو هم در جریان تبلیغاتی که اون ایام انجام میشه و خیمه شبازی هایی که تحت عنوان دادگاه انقلاب صورت میگیره، هر سه این هدف ها رو شاهد هستیم.
در واقع جریانی در درون حکومت و در رأس اونها همون مؤتلفه که پیشر سران مؤتلفه که به سپاسگویان هم معروف شده بودند در میان نیروهای سیاسی و حتی در میان نیروهای مذهبی و معتقد به خود اون نظام جمهوری اسلامی، برای بهره برداری از محاکمه شهرام ترفندها و روشهای گوناگونی را، حتی جاهای بسیار بسیار غیر اخلاقی و غیر مستند رو بهش متوسل شدند، از جمله تحریک خانواده ها، و تلاش می کردند از طریق خانواده ها به عنوان شاکیان خصوصی وارد ماجرا شوند و از این طریق خانواده زندیات شهید مجید شریف واقفی رو هم با اون برخورد کردند و شکایتی از سوی مادر مجید مطرح شد، شکایتی از طرف خانواده میرزا جعفر علاف که خب شکل دیگری از ماجرا بود، یکی از برادران اونها که اکنون زنده بود و در واقع در درون همون دستگاه حکومتی بود و روابطی داشت و قبل از انقلاب شما هم اشاره کردید از نیروهای وابسته به سازمان بود و خودش رو به ساواک تسلیم کرده بود، و قبل از اون یک برادر دیگرشون که مستقل از جریانات ما بود، اون رو معلوم شد که بعدها جز نیروهایی بودن که ترور کرده جریان تقیه شهرام، به این اتهام که بریده بوده و میخواسته خودش رو به ساواک معرفی کنه. تلاش دیگری بود برای ارائه شکایت از سوی خانواده زندیات محمد یقینی و مرتضی صمدی لباف و حسن حسنان، که می دانیم قبلا صحبت کردیم حسن حسنان یکی از نیروهای بسیار بسیار ارزنده سازمان بود، با جریان خود ما در ارتباط بود قبل از اینکه ما به صورت جریان معترض در بیایم. این حسن حسنان مترجم رسمی سفارت آمریکا بود و اطلاعات بسیار زی قیمتی در اختیار سازمان می گذاشت و در یک اشتباه عملیاتی و نه به عمد، تاکید می کنم، حسن حسنان بعدها ترور میشه توسط سازمان درو، این موقعی بعد از ماجرای شریف واقفی و به زندان افتادن مرتضی و من هست. بنابراین سازمان بعدها در مشهد دادگاه او اطلاعیه داد و این اشتباه رو پذیرفت و عذرخواهی کرد. منتهی مراتب مقامات به اصطلاح دادگاه و به طور مشخص جریانی که در رأس اون شخص اسدالله لاجوردی ظاهر شده به عنوان وکیل مدافع، تلاش میکنه از سوی این خانواده ها شکایتی علیه محمد تقی شهرام به دست بیارن تا یک حالت صورت ظاهری و قانونی به قضیه بدن. حضور شخص اسدالله لاجوردی که کینه معروف او و سوابق او در ضدیت با مجاهدین حتی از درون زندان های شاه آشکار بود، به عنوان وکیل در نقش وکیل مدافع شریف واقفی یا مرتضی صمدی لباف یا حسن حسنان یا محمد یقینی، خب این البته سوال بسیار جدی رو مطرح میکرد که همونطور که شما اشاره کردید در اون اطلاعیه سازمان به صراحت این مسئله مطرح شده که سوابق مجریان به اصطلاح دادگاه هیچ نشانی از بیطرفی نداره. حالا که هممون می دانستیم در اون ایام و بعدها هم به عینه ثابت شد که کسانی نظیر لاجوردی که به عنوان وکیل مدافع زندیات شریف واقفی و به اون جهت خونبها طلبیدن از خون به ناحق ریخته شده او اقدام می کنند، از اصل و از بنیاد با تمامی اندیشه مجاهدین و اندیشه‌ای که شریف واقفی، صمدی لباف‌ها و بسیاری جانهای شیفته دیگر جان بر سر اون راه نهادند و در اون راه مجاهدت‌ها و کوشش‌ها کردند، در ضدیت کامل، دقیقاً ضدیت عرض می‌کنم هست، و این یکی از طنزهای عجیب ماجرای به اصطلاح دادگاه بود. شدت ماجرا به حدی است که محمد تقی شهرام دو نامه پیش از این می نویسه که در این دو نامه البته توصیه هایی به خانواده هاش می کنه، توصیه هایی به یارانش می کنه، به گوشه هایی هم از
ماجراهایی رو که بر او رفته مطرح میکنه و یکی از محور، یعنی به خصوص روی مسئله سوء استفاده هایی که میخواهند از او در جهت ضدیت با مجاهدین بکنند، در نامه اولش که به تاریخ اول فروردین رو داره در قسمت آخر یا می نویسد که مجاهدین باید بسیار هوشیار باشند، چرا که در یک کلام اینها به خون آنها تشنه اند. اینها مقصودش مقاماتی که در زندانشون هست و بازجوها و به اصطلاح دادستانها، بارها از من خواستند و حتی این اواخر التماس کردند که اگر ممکن است چیزهایی درباره مسعود و دیگران برایشان بنویسم. که شهرام ادامه میده که من یک موضع عاقلانه و انقلابی گرفته و شدیداً و پیشاپیش در افشاء توطئه با نیروهای چپ اونها رو افشا کردم و اینجاست که من واقعا میگم ای کاش این موضع عاقلانه رو خیلی سالها پیش، زمانی که در قدرت بود و تصمیماتش میتونست تأثیر بگذاره، میگرفت. ولی حالا از این قسمت بگذاریم. این نامه به روشنی نشون میده که او رو حتی در وضعیتی قرار داده بودند، بعضی اوقات با شهرام برخورد میکردند که تو باید بیای از کارهای خودت دفاع کنی و او رو در یک مخمسه و در یک وضعیت دوگانهی قرار میدادند، که خود او هم در یکی از نامه‌ها، در همین نامه‌هاش می نویسد که از جایی اگر مجبور بشم از خودم دفاع کنم، در واقع به اهداف اونها، یعنی هدف عمده اونها که فشار گذاشتن روی سازمان مجاهدین هست، رسیده اند اونها، و اگر دفاع نکنم که خب از حق خودم ضایع شدم و نتوانستم این کار رو انجام بدم. در همین نامه های تقیه شهرام، نامه اول اشاره به فردی می کند که در زندان با او به همسلولش کرده بودند، این رو هم اشاره می کند که میگه در این زندان فرد خودفروخته و بسیار خطرناکی را بدون اینکه من او و هویت اصلیش را بشناسم مأمور کردند که از من اطلاعات کسب کند. نام اصلی او همان احمد رضا کریمی است که بعد از سوابقش میگه و خوبه مسائلی توضیح میده. محمد تقی شهرام میگه که تاکتیک عمده‌ای که من مد نظرم هست، در واقع تأکید بر عدم صلاحیت دادگاه انقلاب و مخصوصا سوء استفاده گروه های سیاسی ذی‌نفوذ در دستگاه قضایی است. این یک مختصری بود در مورد در واقع پیش زمینه های تشکیل دادگاه محمد تقی شهرام. با چنین وضعیتی و با چنین اهدافی است که روزنامه های 12 تیر ماه 1359 خبر مشترکی رو به نقل از دادگاه ویژه انقلاب اسلامی مرکز منتشر می کنند و اون خبر اطلاعیه است با امضای روابط عمومی دادستانی کل انقلاب. در روزنامه های اون ایام، از روزنامه جمهوری اسلامی تا روزنامه بامداد، اینها روابط عمومی دادستانی کل انقلاب اعلامیه می دهد به این مضمون که عصر دوشنبه 16 تیر ماه 1354 محاکمه تقی شهرام در دادگاه انقلاب اسلامی مرکز آغاز می‌گردد و چون گنجایش دادگاه محدود است، بدین جهت بعداً محاکمه وی به وسیله مطبوعات و صدا و سیمای جمهوری اسلامی که نمایندگانشان در دادگاه حضور خواهند داشت، از نظر تمام ملت ایران خواهد گذشت. به این ترتیب با این بهانه که دادگاه در واقع محدود، گنجش محدود داره، روابط عمومی دادستانی رسما میگوید که فقط مطبوعات و صدا و سیمای جمهوری اسلامی میتوانند نمایندگانشان در دادگاه حضور داشته باشند و به این ترتیب راه ورود در واقع رسانه های غیر دولتی و مستقل رو پیشا پیش میبندند.
البته روزنامه ها وقتی که روز 12 خبر از محاکمه تقی شهرام در 16 تیر ماه دادند، یعنی چند روز بعد از این خبر، منتهای مراتب به دلیل ناقص بودن بسیاری کارهاشون و واقعیت این بود که حتی تقی شهرام از داشتن وکیل مدافع محروم شده بود، دو نفر وکلای مدافع که او پذیرفته بود و خانواده تقی شهرام پذیرفته بودند رو دادستانی انقلاب اسلامی رد کرده بود صلاحیت اونها رو، با این توجیه که در واقع دادگاه اسلامی است و وکلا باید نسبت به حقوق اسلامی امتحان پس بدهند و با اینها در امتحان نمره های کافی رو به دست نیاوردند. دو نفر وکیلی که وکالت محمد تقی شهرام رو پذیرفته بودند، یکی دکتر هادی اسماعیل زاده بود و یک نفر دیگر که الان حضور ذهن ندارم به نامش، و این دو نفر در واقع دادگاه اونها رو قبول نکرده بود، محمدی گیلانی صلاحیت اونها رو تعرض کرده بود، در عوض شماری دیگر رو معرفی کرده بودند که خانواده شهرام اونها رو انتخاب کند، که البته اونها هم نسبت به این مسئله و بی‌طرفی وکلا تردیدهایی داشتند. این مجموعه مسائل باعث شده بود که دادگاه عملاً به جای اطلاعیه که عرض کردم خدمت شما در تاریخ دوشنبه 16 تیر ماه میبایستی تشکیل بشود، به یک هفته با یک هفته تعویق و تأخیر به دوشنبه 23 تیر ماه 1359 تشکیل شد. این خلاصه مختصری بود از شروع ماجرا. در قسمت دومی که مطلبی که شما اشاره کردید، سازمان مجاهدین همون ایام همون اطلاعیه‌ای که شما بخش‌های اساسی و عمدش رو خوندید رو صادر کرد، متعاقباً خواستار شرکت در دادگاه تقی شهرام شد و این بار رسماً و علناً نمایندگانی رو به عنوان نمایندگان برای نمایندگان سازمان مجاهدین برای شرکت در دادگاه تقی شهرام معرفی کرد. این اطلاعیه رو سازمان در بلافاصله بعد از انتشار خبر محاکمه شهرام در همین فاصله یک هفته که تا تشکیل شدن دادگاه منتشر کرد. متن کوتاهی است، براتون میخونم، که سازمان مجاهدین خلق با صدور اطلاعیه، این روزنامه ها اون موقع نوشتن، با اشاره به محاکمه محمد تقی شهرام از دادگاه دادستان کل انقلاب درخواست کرد که چون کلیه جرائم ارتکاب شده از جانب متهم مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با مجاهدین خلق ایران بوده است، موافقت خود را برای حضور نمایندگان این سازمان با حق پاسخگویی متقابل در جلسه دادگاه اعلام دارد. در پایان این اعلامیه آمده است که نمایندگان مجاهدین خلق ایران که مجموعاً واجد کلیه اطلاعات مکفی از وضعیت متهم در رابطه با مجاهدین خلق ایران هست، چه قبل و چه بعد از سالهای اخیر هستند، عبارتند از: یک، برادر مجاهد موسی خیابانی، برادر مجاهد محمد علی توحیدی و برادر مجاهد سعید شاهسوندی. به این ترتیب سازمان سه نفر رو، زندیات موسا رو، محمد علی توحیدی و من رو، به عنوان نمایندگان خودش معرفی میکنه. در توصیف هر کدوم و شخص من هم می نویسد که به سوابق من و همتیمی و همرزمی با شریف و مرتضی اشاره میکند و اینکه تا لحظه شهادت و هفته پیش از آن با اونها بوده و هفته بعد از شهادت این برادران من دستگیر شدم، این رو هم اشاره میکنه. سازمان به این ترتیب ما سه نفر رو معرفی میکنه به عنوان نمایندگان. خوبه همینجا بگم در پشت این صحنه و در صحنه تبلیغات ما سازمان این اطلاعیه رو صادر کرد.
و ولی همزمان یک سازمان اطلاعی دیگری صادر کرد، چون جنگ تبلیغاتی شروع شده بود، که دادستانی ابتداعا قبول نکرد، بعد گفت که نمایندگان سازمان مجاهدین به دو صورت می توانند در دادگاه تقی شهرام حضور به هم رسانند، یا به صورت ناظر و تماشاچی، چون در واقع این بازی سیاسی رو اینجوری انجام دادن اونها. روابط عمومی دادستان در پاسخ به اطلاعیه که براتون خوندم اشاره کرد که یا نمایندگان سازمان مجاهدین یا به عنوان ناظر و تماشاچی می توانند شرکت کنند، که در این صورت می توانند به دادستانی رجوع کرده و کارت ورودی دریافت کنند. بدیهی است در این صورت و در این دیگر به هیچ گونه حق شرکت کنندگان حق به هیچ گونه صحبت و اظهار نظری نخواهند داشت، به عنوان یک تماشاچی و ناظر. یا امکان دومی رو که برای شرکت ما در نظر گرفته بود دارا اطلاعی دادستانی این هستش که حالت دوم به عنوان کسانی که علیه متهم شکایتی دارند یا به نفع او شهادتی. یعنی به این ترتیب ما رو، سازمان مجاهدین رو، بر سر تلاش میکردند بر سر دوراهی قرار بدهند که همسوی با اونها از یا علیه محمد تقی شهرام شکایت کنیم، و این یعنی به رسمیت شناخته شدن اون مضحکه‌ای که اسمش دادگاه بود، که فاقد کمترین خصوصیات دادگاه بود، یا اینکه به دفاع از محمد تقی شهرام به عنوان مدافع او شرکت کنیم، که در این صورت هم می‌دانستند که می‌خواستند بهای با توجه به شرایط اون سالها و حاکمیت و جو سیاسی اجتماعی روانی که اون موقع وجود داشت، در واقع میخواست سازمان رو به عنوان وکیل، در حالی که ما وکیل مدافع محمد تقی شهرام و عملکردهای او هم نبودیم. به این ترتیب هستش که روابط عمومی مانع حضور نمایندگان شناخته شده و اعلام شده سازمان مجاهدین در دادگاه میشه، و از این هم فراتر حتی خبرنگار نشریه مجاهد رو که نشریه‌ای شناخته شده و رسمی در اون ایام بود و هم با ضرب و جرح حتی مانع حضور او، هم مانع حضور خبرنگار نشریه مجاهد در این به اصطلاح دادگاه انقلاب اسلامی میشه. آقای شاسوندی، در اون به اصطلاح محکمه به دروغ از قول کارگران ایران ناسیونال اطلاعیه پخش شد که کارگران خواستار اعدام محمد تقی شهرام هستند و گفتند که او عنصر ضد خلق، نور چشمی شاه و همکار ساواک است. مردم به هوش باشین که عده‌ای رزل و اوباش به نام وکیل میخواهند صلاحیت دادگاه محمد تقی شهرام را زیر سوال ببرند. او وابسته به یک جریان مافیایی است. واقع شهرام و جریانی که پرچمدارش بود اگرچه به انحراف افتاد، اما برخلاف قضاوت امثال لاجوردی و معادیخواه به انقلاب تعلق داشت و مرتجعین صلاحیت ارزیابی عمل کرده او را نداشتند. در مورد وی نیروهای انقلابی درگیر با رژیم شاه میبایست داوری کنند و اونها عملاً به دادگاه شهرام راه نداشتند. مجاهدین، فدایان، پیکار، رزمندگان، جریانی که وی را اخراج کرده بود، علیرضا سپاسی، حسین روحانی و کسانی چون آیت الله طالقانی، آیت الله لاهوتی، آیت الله گلزاده قفوری، آقایان حاجس جوادی، مهندس صحابی، دکتر سنجابی، متین دفتری، منوچهر هزارخانی، شکرالله پاکنژاد، آقا رضا شلتوکی، ناصر کاخساز، ناصر رحمانی نژاد، لطف‌الله میسمی، مقدم مراغعی، حسن نزی، کریم رسکار،
محمد محمدی گرگانی، حاج محمد شانچی، ابوذر ورداسپی، عبدالکریم لاهیجی، دکتر محمد ملکی، محمد رضا حکیمی، هوشنگ عیسی بگلو و خانم ها دکتر سیمین صالحی، ویدا حاجبی، شهین توکلی، میهن جزنی و اشرف دهخانی، نمایندگان مردم آگاه و دردمند میبایست داوری کنند و هیچ کدام به دادگاه شهرام راه نداشتند. اضافه کنم که عبدالمجید معالی خواه به نیابت از دادستان و لاجوردی به عنوان نماینده دادستان اعلام جرم می کردند. هادی اسماعیل زاده و رضا متین نژاد وکالت شهرام را به عهده گرفتند، اما گفته شد که اون دو مقبول نیستند چون در امتحان مبانی قضا و جزای اسلام که توسط حضرات آیات محمدی گیلانی و عبدالمجید معادی خواه از اون دو گرفته شده نمره نیاوردند و رد شدند. همه اینها باعث شد تا نه تنها شهرام صلاحیت اون به اصطلاح دادگاه را رد کند و در اون شرکت نکند، بلکه به خواست امثال معادیخواه و لاجوردی هم تن نداد، با دوز و کلک سردمداران رژیم بازی نخورد و سخنان دلخواه اونها رو از تریبون عمومی تکرار نکرد. واقعش اون چه در اون به اصطلاح دادگاه حاکم بود کینه بود. تا اونجایی که من به خوبی به خاطر دارم، چرا که ما برای این ماجرا و اعزام نمایندگان خب جلساتی تشکیل می شد و من هم در این جلسات حضور داشتم در سازمان، واقعیت این بود که مطلقا مسئله تقیه شهرام برای ما مسئله کینه‌جویی و انتقامگیری فردی نبود و نه اون ایام که در واقع اون ابتلاء بزرگ و اون ضربه بزرگ در اون مقطع به هر حال از سر سازمان خطرش رفع شده بود و سازمان دوباره احیا شده بود و با وقوع انقلاب به یک نیروی اجتماعی بزرگ تبدیل شده بود. پیش از این در تمام این گفتگوهایی که با هم داشتیم خاطرتون هست که طی 12 ماده به صراحت تأکید میشه که هر گونه همکاری با نیروهای ساواک، هر گونه لو دادن، هر گونه حذف فیزیکی مطلقا از دیدگاه اندیشه مجاهدین مطرود و ممنوع هست. و باز یک گام دیگه به عقبتر برگردیم، در زمانی که ما هنوز بیرون بودیم، صمدیه لباف، من و شریف واقفی، و ما زیر فشار بودیم برای در واقع توسط محمد تقی شهرام که سکان رهبری و قدرت رو در دست داشت، در اون ایام هم هیچگاه سر سوزنی ما این مسئله از ذهنیت ما، از ذهن ما عبور نکرد که ما دست پیش بگیریم و اونها رو مورد حمله قرار بدیم، حالان که از نظر عملی ما این امکانات رو داشتیم، چه قبل از کشته شدن مجید و چه بعد از کشته شدن مجید و زمانی که مرتضی و من هر دو در زندان هستیم. و ظاهراً این ظاهراً رو به تمسخر عرض می کنم، ظاهراً انگیزه های کافی هم برای انتقام گیری داریم، مطلقاً دستگاه اندیشه‌ای و اعتقادی ما اجازه نمی داد که به حذف فیزیکی، انتقام جویی و یا کارهایی نظیر اینها بپردازیم. این از تأکید مؤکد میکنم که در واقع برگزار کنندگان آن به اصطلاح دادگاه نه در پی خونخواهی شریف واقفی و نه احقاق حق او بودند، بلکه تصفیه حسابهای سیاسی و کینه های عجیب و غریب سالیانشون رو فرصت مناسبی دستگیری تقی شهرام به اونها داده بود که همونطور که اشاره کردم با یک تیر چند نشان رو بزنن. آقای شاه‌سوندی، یه توضیحی بدم در مورد دادگاه اول محمد تقی شهرام. دادگاه اول وی عملا عصر روز دوشنبه 23 تیر 59 شروع شد، هرچند روزنامه ها به نقل از مسئولین دادستانی چند روز پیشتر را روز دادگاه نوشته بودند.
شهرام ابتدا در جلسه حضور نیافت، بعد هم که اومد دادگاه رو از پایه مورد سوال قرار داد و به خبرنگارا گفت که مایل است در یک دادگاه عادی محاکمه شود و نه در دادگاه ویژه انقلاب که مخصوص رسیدگی به اتهامات کسانی است که مستقیما با رژیم گذشته همکاری داشتند. معادی خواه واکنش نشان داد و گفت چون جرم متهم بدون انگیزه های ایدئولوژیک، سیاسی و اجتماعی نبوده، محاکمه او در دادگاه عادی امکان ندارد. شهرام هم دادگاه را با اعتراض ترک کرد و رفت. البته آیت الله قدوسی که جای هادوی اومد به او گفته بود نکن این کار را، به مصلحت شما نیست که صحنه را خالی کنی. بعضیا همینو میخواند. وی شر اصغر سباقیان و قرضی رو از سر شهرام کوتاه کرده بود. اینو خود محمد تقی شهرام در نامه های زندان اشاره کرده. در بازجویی های اولیه از او سباقیان و قرضی نقش داشتند. خلاصه عبدالمجید معادی خواه اخطار کتبی داد که اگر متهم در دادگاه حضور نیابد محاکمه غیابی خواهد بود. لاجوردی به عنوان نماینده داستان این اخطارنامه معادی خواه رو رفت در سلول داد به شهرام. خبرنگارا و عکاسان هم به سلول وی رفتن و با او گفتگو کردن. اول انقلاب بود و این چیزا ممکن بود. شهرام گفتش که چون دادگاه برای وکلای من مانع تراشی میکنه و از طرفی صلاحیت رسیدگی به اتهام منو نداره، من اعتراض دارم. بعد دوتا نامه ای رو که برای قدوسی و معادی خواه نوشته بود برای خبرنگارا خوند و دستخط خودشو هم به خبرنگار کیهان داد. یکی از خبرنگارا از شهرام پرسید چرا سازمان مجاهدین از شما شکایتی نکرده؟ شهرام پاسخ داد مجاهدین هیچگاه مسئله سیاسی رو به مسئله جنایی تبدیل نمی کنن. چند سال دیگه هم پرسیده شد که وی جواب نداد. سپس لاجوردی گفت آقای محترم تصمیم خودتون رو بگیرین، به دادگاه میایین یا نمیایین، روشن کنین. شهرام رو کرد به خبرنگارا و گفت به نظر شما صلاح من در اینه که در دادگاه شرکت بکنم یا نه؟ خبرنگارا با هم گفتند شرکت کنید و یکی گفت شما که میگید حرفای زیادی برای گفتن دارین، بهتر است بیاین و حرفای خودتون رو بزنین. اگه مستدل باشه این دیگه به عهده دادگاه که تحقیقات در اون زمینه رو ادامه بده. و یکی به او اشاره کرد که مطمئن باش اینا در روزنامه منتشر میشه. شهرام بعد از شنیدن نظرات اونها در دادگاه شرکت کرد، اما تو دادگاه بحث و جدل پیش اومد و شهرام به حق روی این نکته که مسئله وکلای من حل نشده و شما هر دوی اونها رو رد کردین انگوش گذاشت. گفته شد که آقایان محمدی گیلانی و معادی خواه از وکلای شما امتحان مبانی قضا و جزای اسلام گرفتن و اونا رد شدن، مقبول واقع نشدن. شهرام مایل بود که امیر حسین احمدیان، افسری که با هم از زندان ساری فرار کرده بودن، آلات پوش اسم کوچکش رو نمیدونم، و محمد صادق بیان در دادگاه شهادت بدن و او رو کرد به محمد کچویی رئیس زندان، گفت آقای کچویی اگه اونها به دادگاه بیان دستگیر میشن؟ کچویی جواب داد خیر. کچویی به خانواده شهرام زنگ زده بود و نام چندین وکیل رو داده و گفته بود که یکی رو خودتون انتخاب کنی چون دادگاه عقب نخواهد افتاد. اما در بیطرفی وکلا اما و اگر میشه، به خصوص که با هادی اسماعیل زاده و رضا متین نژاد هم گیلانی و معادی خواه موافقت نکرده بودند. تقی شهرام تقاضا کرد دادگاه به تأخیر بیفته تا وکلای خودش رو انتخاب بکنه، اما قبول نشد. شهرام در همین جلسه، در جلسه نخست دادگاه، به نام نامی مردم و شهدای به خون خفته خلق آغاز سخن کرد و گفت معروفه که میگن تاریخ دو بار تکرار میشه، یکی به صورت تراژدی
و دیگر بار به صورت کمدی درام و ما در دومی هستیم. خیلی وقت نمیگذره که ما به صورت خرابکار و برهم زننده نظم محکوم میشدیم تو اون رژیم و با شکنجه و زندان و سلولهای انفرادی روبرو بودیم. مشخص بود ما با حکومت و با امپریالیزم جنگیدیم و اساس امنیت اون روز رو به هم میریختیم. اینا که میگم مقدمه است بر رد صلاحیت دادگاه که مردم بفهمن آیا سازمان ما یک سازمان انقلابی بود یا یک سازمان تروریستی و مافیایی. معادیخواه حرفش رو قطع کرد که آقا جان روزه نخونی، شما اول بگین که صلاحیت دادگاه را قبول دارین یا ندارین. 200-300 نفر رو همینجا 2 ساعت سر کار گذاشتین، قهر کردین، رفتین، دوباره قانع شده برگشتین، حالا بفرمایید آیا صلاحیت دادگاه را قبول دارین یا ندارین. شهرام گفت من خاک پای مردم هستم، من خود رو جز خدمتگزار ناچیز خلق و انقلاب نمیدونم. چند نفر دوروبر معادیخواه و لاجوردی بودند، خندیدند. معادیخواه گفت مردم گوششون آقا جان از این حرف ها پر است، صلاحیت دادگاه رو قبول دارید یا ندارید؟ شهرام گفت من 15 ساعت میتونم در این مورد حرف بزنم. گفتن ما به شما 30 ساعت وقت میدیم، اما اول باید روشن کنی صلاحیت دادگاه رو میپذیری یا نه. معادیخواه لابلای صحبتش گفت انقلاب اسلامی در مورد آمریکا سر خم نکرد، چه رسد به سازمانی که چند اسلحه کش دارد. بیشتر حضار تکبیر فرستادن. دو پسر کوچک علی میرزا جعفر الاف عکس پدرشون رو در دست داشتن که ترور شده بود و خیلی ها بلند بلند گریه میکردن. شهرام گفت این دادگاه غیر عادلانه است، تحمیلی است، پر از جفسازی است. معادیخواه گفت علاوه بر شورای انقلاب صلاحیت این محکمه توسط مردم تایید شده، از این رو نیازی به توجیه بیشتر نوع محاکمه نمی باشد. بعد اسدالله لاجوردی کیفرخاص رو قرائت کرد. پس از قرائت کیفرخاص شهرام مجدداً به ماهیت دادگاه اعتراض نمود و جلسه را ترک کرد. پدر و مادر و 3 خواهرش هم با اعتراض از دادگاه بیرون رفتند و دور دست معادیخواه و لاجوردی افتاد. شروع کرد به بد و بیراه گفتن به مجاهدین. هدف انگار کوبیدن کسانی بود که با 1000 زحمت مجدداً سازمان رو سر پا نگاه داشته بودن و ربطی هم به جریان شهرام نداشتن. 10 دقیقه به اونها گیر می داد. شهرام در دادگاه دومم حاضر نشد. البته برای شرکت در دادرسی رابطی پیشنهاد کرد که این پیشنهاد پذیرفته نشد. عبدالمجید معادیخواه خیلی تلاش کرد تا مشروع دادگاه اول شهرام از تلویزیون پخش بشه، اما به خاطر طرح برخی مسائل نادرست توسط مدعیان شهرام، از جمله اینکه جانباختن رضا رضایی هم زیر سر تقیه شهرام است، گویا شورای سرپرستی صدا و سیما مانع پخش اون دادگاه شد. اصلا به حضورتون که طرح مسئله محاکمه تقیه شهرام در مطبوعات در واقع یک مسئله رو که دوباره زنده کرد، زنده شدن ماجرای وقایع سال 1354. اون سالها هنوز رژیم شاهنشاهی بود و روایت‌های خاص اونها منعکس می‌شد. اکنون دیگه انقلاب شده، 3 سالی است از اون تاریخ گذشته و روایت‌های جمهوری اسلامی است در کنار او تصفیه حساب‌ها و البته گاه و بیگاه امکاناتی که هنوز محدود نشده برای اطلاع رسانی. و بنابراین هر یک از این مطبوعات بنا به مواضع خودش ماجرا را به گونه ای انعکاس میدن. دادستانی به ناجوانمردی حتی تا اونجا پیش میره که یک جنگ روانی تبلیغاتی رو به راه میندازه و با همون اهداف سگانه ای که خدمتتون گفتم که
در اون همه چیز مجاز است، از جمله اینکه شهرام رو متهم به عضویت در ساواک میکنه با این بهانه که فرار او از زندان شهربانی در ساری در سال 1352 یک برنامه نفوذی بوده، یک قرینه سازی با عمل که ساواک با مورد سیروس نهاوندی کرده بود در ذهنها هنوز فعال بود. البته شدت اعتراضات به گونه ایست که بعداً دادستانی مجبور میشه این قسمت رو تکذیب کنه، ساواکی بودن محمد تقی شهرام رو. با تحریک خانواده ها که پیش از این اشاره کردم، انواع و اقسام اتهامات در واقع به تقی شهرام زده میشه، از جمله او را عامل به شهادت رسیدن زندگیات فرهاد صفا میدانند، امری که اساسا خارج از موضوع بود. فرهاد صفا در درگیری با ماموران ساواک کشته شده بود، ولی دروغ‌ها یکی پس از دیگری میاد و به این ترتیب سعی میکنند جوی از دروغ و توهین و تهمت رو به راه بیندازند. در این موقعیت همونطور که گفتم یکی مسئله فرهاد صفا است، بعد معرفی کردن ساواکی نامیدن تقی شهرام، حتی کشته شدن فردی به نام حسن توسلی رو به شهرام نسبت میدن. یعنی راست و دروغ، دوغ و دوشاب، چیزهای گوناگونی رو به او نسبت میدن و این همه در راستای همون مسئله است. در این ایام ما در سازمان مجاهدین در واقع همونطوری که گفتم بعد از معرفی شدن نمایندگان برای شرکت در سازمان، اهداف ما و دلایل و تحلیل هایی که ما در اون موقع داشتیم تا اونجایی که خاطرم هست، یکی این بود که تلاشی سازمان صورت میده به منظور خونسا کردن تحریک خانواده ها و به ویژه خانواده زنده‌یاد مجید شریف واقفی، که کاری بکنند که مادر مجید از شکایتش صرف نظر کنه. و خب طبعا این یک اگر صورت می‌گرفت بهانه رو از امثال لاجوردی و معادی خواه و دیگران می‌گرفت، که متاسفانه در این زمینه موفقیتی حاصل نشد. دیگه تلاش‌هایی صورت می‌گرفت در مورد سایر خانواده‌ها با شدت و ضعف‌هایی. سیاست ما این بود که اگر در دادگاه شرکت کنیم، خواستار یعنی تقاضای عفو تقی شهرام رو بکنیم، با فرهنگ و با سنت و فضایی که اون موقع سالهای بعد از آغازین پیروزی انقلاب اسلامی بود، با استناد به سنت فتح مکه توسط پیامبر، که بعضی ها بعد از اون که مکه فتح شد میدانید بسیاری از مسلمین که از مدینه آمده بودند همراه با پیامبر و شماری هم که خب مکی بودند، ندا در دادند که امروز روز انتقام است. و خطر این بود که کشت و کشتارهای داخلی راه بیفته، که محمد پیامبر ندا در داد که نه، این شعار رو ندهید، و ندا داد که امروز روز رحمت است. و این یک سنت بسیار زیبا و نیکویی است در تاریخ اسلام. سیاست ما در سازمان مجاهدین بود که با شرکت در دادگاه تقی شهرام خواستار اجرای سنت فتح مکه بشویم، و با محکوم کردن عمل محمد تقی شهرام که تضادهای درون خلقی رو فعال کرده بود، با محکوم کردن صدور احکام اعدامی که برای یاران ما صادر کرده بود، از مجید شریف واقفی گرفته تا مرتضی صمدی لباف و محمد یقینی و دیگران، اونها رو ما البته محکوم می کردیم. محکومیت او از نظر ما سیاسی بود، ولی ما خواستار بخشش او بودیم. و متاسفانه طنز تلخ و خونین تاریخ این بود که خود محمد تقی شهرام در اعتراض به فقدان وکیل و دادرسی عادلانه، و حتی در جاهایی می نویسد و در نامه و
گفتگویی که با حادوی دادستان انقلاب در اوایل کار که دادستان انقلاب حادوی بود و بعد عوض میشه قدوسی جای او رو میگیره، در نوشته ها و یادداشت های محمد تقی شهرام هم آمده است که او ضمن تأکید بر رد صلاحیت دادگاه انقلاب برای محاکمه خودش میگه که اگر عدم صلاحیت دادگاه انقلاب رو شما بپذیرید، خطاب به نامه‌ای که به خادوی می نویسد، من در مقابل تشکیل یک دادگاه سیاسی و یا روایت دیگر دادگاه خلقی رو میده که در اون نمایندگان گروه‌های سیاسی و از جمله خواستار نمایندگان مجاهدین میشه. این همون نامه است که و یا نوشته است که بعداً تون به هر حال این نامه ها در دست مقامات دادگاه شد، او اینها بعداً همین رو چیز کردند و بهانه کردند که تیتر زدن روزنامه های اون ایام، به خصوص روزنامه اگر اشتباه نکنم آزادگان، که تیتر زد به نقل از محمد تقی شهرام که من باید در دادگاه مجاهدین محاکمه شوم، و این مقصودشون این بود که یک نوع همدستی و هماهنگی بین ما مجاهدین و تقی شهرام رو معرفی کنند. همین روزنامه یک مطلبی نوشت که اگر اشتباه نکنم به نقل از دادستانی است، دادستانی اتهام ساواکی بودن رو پس میگیره ولی در کنارش میگه آقای محمد تقی شهرام پس از پیروزی انقلاب اسلامی چند ملاقات خصوصی و مخفی با آقایان کادر رهبری سازمان مجاهدین خلق داشته و چنانچه قصد همکاری و خدمتی از جانب سازمان مزبور وجود داشت، به معرفی تقی شهرام به مقامات مسئول به راحتی امکان پذیر بود. و دادستانی انقلاب اسلامی صریحا اعلام می‌دارد که نامه اخیر مجاهدین خلق را، نامه‌ای که خواستار شرکت نمایندگان و معرفی نمایندگان در دادگاه میشه، بخشی از توطئه به منظور اخلال در محاکمه آقای محمد تقی شهرام و در ضمن تلاشی در جهت توجیه عدم همکاری با دادستانی انقلاب و کوششی برای پوشاندن روابط و پیوندهای مخفیشان با آقای محمد تقی شهرام و سازمان مربوطه اش در حین ارتکاب جرم می‌داند. ببینید دیگه گفته‌ها به اندازه کافی روشن است. تقی شهرام به صلاحیت دادگاه اعتراض می‌کنه و مسائلی رو که شما به دقت و به درستی اشاره کردید پیش میاد و در واقع شهرام جلسه دادگاه رو همراه با خانوادهش ترک میکند و جلسات بعدی دادگاه بدون حضور تقی شهرام ادامه پیدا میکنه و نهایتاً تا اینکه به صدور حکم بیانجامد. اضافه کنم در میان کسانی که در مورد شهرام صحبت کردن در دادگاه، تنها خانواده محمد یقینی بود که موضع اصولی گرفت. اونا اعلام کردن نباید از خون پاک شهدا سوء استفاده نمود و با اون دیگران رو محکوم کرد. همانطور که می دونیم داستان کشتن محمد یقینی اندوه در اندوه هست و قساوت نهفته در اون ساواک را هم انگشت به دهان کرده بود. برادر مجید شری واقفی گرچه گفت قصد دفاع یا تایید یا محاکمه هیچ گروهی رو نداریم و نیومدیم اینجا تا با صدور حکم اعدام آقای محمد تقی شهرام شادمان بازگردیم، خواهان روشن شدن نقاط مبهم قتل مجید شد و از مجاهدین شکوه کرد که خانواده شهرام و نیز مادر رضایی ها رو در اصفهان به خونه اونها فرستادن تا از شکایت علیه شهرام صرف نظر بشود و گفت این یک انتظار ناحق بود. لاجوردی گفت نوار کاستی در اختیار ما هست
که خانوم رضایی داره اصرار میکنه تا مادر مجید شکایتش رو پس بگیره. خانواده شریف واقفی برای عروسی موسی خیابانی و آذر رضاییان دعوت میشن تا بلکه اونجا مادرهای دیگه از ایشون بخوان و شکایتش رو ایشون پس بگیره که موفق نمیشن و این دعوت رو هم رد کردن. برادر صمدی لباف گفت از اعدام و قصاص شهرام ما شادی نمی کنیم. اما وی نیز به اون چه جریان شهرام باعث و بانیش بوده اعتراض نمود و به رهبران مجاهدین گوش زد که چرا علیه شهرام شکایت نکردن. در این میان خیشان علی میرزا جعفر الاف که توسط جریان شهرام ترور شده بود و احمد احمد که مدعی بود خودکشی همسرش فاطمه فرتوکزاده ابهام داره و زیر سر شهرامه، همانند اسدالله لاجوردی شهرام را عامل قتل انقلابیون مسلمان معرفی نمودند. عبدالمجید معادیخواه مدعی شد، آقای محمد تقی شهرام و رفقاش به آقایان طالقانی، رفسنجانی، لاهوتی و مهدوی کنی هشدار داده بودند که اگر با ما مخالفت کنید و کشته شدید همه میپذیرند که کار ساواک بوده است. میگفت خودم این موضوع رو از آیت الله طالقانی شنیدم. یکی در دادگاه با صدای بلند گفت وحید افراخته به منوچهری بازجوی ساواک قصد کشتن آیت الله بهشتی را توسط همین جریان اطلاع داده بود، توسط شهرام و رفقاش. علی اصغر میرزا جعفر الاف که پیش از انقلاب خودشو به ساواک معرفی کرد و با روزنامه کیهان مصاحبه داشت، کیهان 7 اردیبهشت سال 57، او در دادگاه شهرام هرچی دلش خواست گفت. در پایان جلسه معادیخواه گفت به خاطر شروع کار مجلس مسئولیت دادگاه با حجت الاسلام علی مبشری است. او میخواست مثلا قوه مقننه و قضاییه در کار هم دخالت نکرده باشند و دادگاه بی عیب و نقص باشد. کدام دادگاه؟ بی دادگاهی که متهم عملا وکیل نداشت و همه بر سر او میریختند. بفرمایید. جزئیاتش رو به درستی اشاره کردید. من در دادگاه سوم بود، جلسه سوم دادگاه که دیگر تقی شهرام شرکت نمی کند، هست که عبدالمجید معادیخواه چون به نمایندگی مجلس انتخاب شده بود به منظور اینکه نشان بدهد تداخلی در میان سه قوه پیدا نشده است، از ریاست دادگاه استعفا داد و دادگاه در واقع در جلسه سوم بدون ریاست عبدالمجید معادیخواه صورت گرفت. و جالب است که این روزگاری که اکنون در حال صحبت هستیم، در سالهای پیش شنیدم جایی آقای معادیخواه عدم شرکتش رو نه به توجیه مسئله عدم تداخل قوا در اون روزگار، بلکه به عدم موافقت برای محاکمه و صدور حکم اعدام هست، به گونه ای میخواهد دست خودش را از این خون بشوید. به هر حال این وضعیتی بود که ادامه پیدا کرد تا اینکه اوایل مرداد 1359 بود که ما خبر شدیم که دادگاه محمد تقی شهرام وارد شور شده و خب معلوم بود هر کدوم به درستی و به سادگی قابل درک و شنفهم بود که حکم صادر شده برای او چه خواهد بود. اگر اشتباه نکنم شبی که چند نفر از مسئولین سازمان بودن، مسعود رجبی بود، موسی خیابانی بود، علی زرکش بود، من رو هم صدا زده بودند و من هم در اون جمع حضور داشتم و قرار شد که اطلاعیه صادر شود و اون کاری رو که ما قرار بود
در دادگاه تقیه شهرام مسئولیتی رو که ما بر عهده داشتیم، یعنی ما نمایندگان اون موقع سازمان که خواستار عفو تقیه شهرام بشویم، که ما به ما اجازه نداده بودند، مضمون و محتوای اون نقطه نظرات رو ما سازمان به صورت یک اطلاعیه منتشر کنه، بنویسه و منتشر کنه. معمولا اطلاعیه های سازمان محصول کار جمعی رهبری سازمان مسعود موسا، علی زرکش و گاه چند نفری به صورت مشاور بودند و عمدتا به قلم علی زرکش بود. مجموعه اطلاعیه های اون موقع سازمان اساسا به قلم علی زرکش است. در اون جلسه که شبی بود که من هم حضور داشتم، قرار شد اعلامیه ای نوشته شود و در این اعلامیه بنا به سنت فتح مکه و پیروزی انقلاب اسلامی رو مصداقی از اون میدانستیم، رسما از سوی سازمان مجاهدین خواستار عفو و رهایی محمد تقی شهرام بشویم. این قرار شد که علی زرکش مطلب رو بنویسد و که صبح بدیم به روزنامه ها و مطبوعات چاپ بشه. متاسفانه صبح که بیدار شدیم ما، خبر روزنامه ها خبر دادن، روز دوم مرداد بود که تیتر روزنامه ها این بود که محمد تقی شهرام همراه با 20 نفر از کسانی که به عنوان عوامل کودتا شناخته شده بودند صبحدم تیرباران شده و حکم اعدام او اجرا شده. و سوالی که من بعدن کردم همون روز از مسئولین سازمان این بود که چرا اعلامیه پخش نشد؟ معلوم بود دیگه، چون پاسخی که گرفتم به من گفتند که دیگه سالب به انتفاع موضوعست، یعنی اتفاقی افتاده است و موضوعیت مسئله منتفی شده است. و طبعا من اون موقع این استدلال رو قبول کردم، ولی مدتها بعد و تا هم اکنون بر این باورم که ای کاش با همه مذراتی که ظاهرا در کوتاه مدت می توانست برای ما به عنوان سازمان مجاهدین خلق این صدور چنین اطلاعیه‌ای در پی و به دنبال داشته باشه، چون ما به روشنی می دانستیم که صدور چنین اطلاعیه‌ای در اون ایام که به نظر رهبری سازمان یک اقدام کاملا اصولی و درستی بود و من از صمیم قلب راضی بودم از این موضع‌گیری، با تمام رنج و دردی که از ماجرای شریف واقفی و تمدیه و محمد یقینی و درد و رنج‌های شخصی خودم به یاد داشتم از محمد تقی شهرام، یک احساس رضایت نفسی داشتم برای صدور چنین اطلاعیه. و متاسفانه با این استدلال که دیگه موضوع منتفی شده و شهرام اعدام شده، این اطلاعیه رو منتشر نکردند و ای کاش منتشر می‌کردند تا سنتی به جای بماند و جلو بسیاری از کارهای بعدی شاید با این اطلاعیه گرفته میشد و با چنین موضع‌گیری. به هر حال اعدام محمد تقی شهرام پایان یک تراژدی بود و به روایتی دفتری که با نوشتن جزوه سبز و در استمرار اون مقاله پرچم و در استمرار اون دوگماتیز نامیدن ما و در ادامه اون خائن نامیدن شریف واقفی، مرتضی صمدی لباف، من و بعدها محمد یقینی و دیگران استمرار پیدا کرده بود، با مرگ محمد تقی شهرام پایان آمد این دفتر، ولی حکایت همچنان باقی است. و این حکایت قدرت مطلقه فردی و غیر پاسخگویی است که فاجعه می آفریند. حکایت فقدان نظارت و فقدان محدود کردن قدرت و فقدان نظارت جدی بر عمل کرده او و فقدان گردش دائم قدرت است.
جزوه ای که بر روی کاغذ سبز نوشته شد نتایج خونین و خونباری داشت که در ابتدا دامن مجاهدین رو گرفت و جانهای عزیزی نظیر مجید شریف عاقفی، مرتضی صمدی لباف، محمد یقینی که به نظر من از جنبه های از ما بسیار بسیار مظلوم تر بود، حتی از مجید شریف یار همیشگی من هم مظلوم تر بود محمد یقینی، و در مظلومیت کامل در خونه های تیمی از پشت سر در حالی که داشت برای اونها کارهای جعل انجام میداد مورد اصابت گلوله توسط همون قاتل همیشگی یعنی حسین سیاه کلا قرار گرفت، البته به دستور تقی شهرام و بهرام آرام. به هر حال ماجرای خونباری که بر روی کاغذ سبز نوشته شد نتایج خونینی به بار آورد که ابتدا دامن مجاهدین رو گرفت و در استمرار اون گریبان خود شهرام رو هم گرفت و به نظر من تا سالهای سال و تا همکنون هنوز از خاطره جمعی مردم و مبارزین ایرانی پاک نشده است. شما شماری از وقایع زندان رو اشاره کردید و من این تیکه کلام همیشگیم رو مایلم اینجا تکرار کنم که واقعیت این است که محمد تقی شهرام که پرچمدار تغییر ایدولوژی در سازمان مجاهدین بود اکنون بیش از چند دهه هست که در خاک آرمیده. از تحول و تکامل مطلوب او هم اثری بر جای نمانده. دیوار بهشت توهمات او نیز مدت هاست که فرو پاشیده است. با این همه آنها که رفتند رفتند، از مجید و شریف و مرتضی و محمد یعنی اونهایی هم که مونده اند در هر دو سوی دیگر اون که بودیم و اون که بودند نیستند. بر ابروی و روی هر کدام من برف زمان و تجربه نشسته و هر کدام به فراخور تغییراتی کرده ایم. بنابراین حداقل از نظر خود من بازبینی و بازگویی اون حوادث نه چوب زدن بر مقده است و نه نبش قبر تاریخی، نه خونبها طلبیدن شخصی و خانوادگی برای شریف واقفی و صمدیه لباف و محمد یقینی و دیگران است و نه حتی برای خانواده سیاسی اونها، البته اگر خانواده سیاسی تشکیلاتی مونده باشد. همونطور که بارها و بارها اینجا و آنجا تکرار کردم، انگیزه جز قبار روبی از آینه واقعیت ها در ورای همه نفرین ها و آفرین هاست. اون هم نه صرفاً برای ثبت در تاریخ که فکر می کنم برای درس آموزی نسل های کنونی و آینده میهنم. کسانی که امیدوارم و مطمئنم که آینده در آنان همچون جنین در بطن مادر زنده باشد تا بدانند درستی ها و نادرستی ها، قوت ها و ضعف ها و اشتباهات و خطاهای ما چه بود. باشد باشد که شجاعتشان باشد که شجاعتشان از درد و رنج ما کمتر نباشد. Thank you.